نکته آخر بگو که بریم سراغ بقیه. من یه نکته در مورد گوشخاری بگم، گوشخاری و گیاهخواری. بگو. این که این گیاهخوار من خیلی توجه کردم، خیلی تلاش میکنم که نشون بدم که درسته شاید مصرف گوشت ما خیلی زیاد مصرف میکنیم به شکل صنعتی، ولی به جای که من یک بار حرف شما هم شنیدم، شما به جای که وقتتون انرژی رو صرف این که گوشتخوارا رو گیاهخوار بکنید، صرف این بکنید که تولید کنندگان رو متقاعد کنید که به این شکل گوشت تولید نکنن، یا حداقل ما میتونیم گوشتخوارا رو متقاعد کنیم کمتر گوشت بخورن. چون ما متقاعدم لازم نیست بکنیم، ما قانون میتونیم بذاریم متقاعدم نشن مجبور بشن. با زور نمیشه که گوشخوار رو بگوستن کسی که به نه کباب نه برای شرکت، نه برای مردم، نه برای شرکت ها دارم میگم. خب شرکت هایی که تولید گوشت میکنن قانون باید باشه که حیوانات رو زهرکش نکنن. بس زرشکش کردن به کنار، تولیدشون خیلی وحشتناکه، یعنی به شکل خب صنعتی، همونطور، به شکل خب صنعتی. اونم قسمت، خب همه رو دارم میگم، تمام نه فقط زجرکش، اصلا باید شرایط تو شرایط بهتری نگه، یعنی هیچ زجر نباید ببینم به برات، یعنی باید شرایط خیلی بهتری برای زندگی حیوانات تشکیل بدم. بالاخره یه مافیاییه، نمیشه با این به این راحتی جنگید. خیلی خب اقتصاد، همه چی دنیای سیگارم، دنیای سیگارم یه مافیا بود، دنیای خب آلودگی هوا هم یه مگه ما قانون برای همین چیزا نذاشتیم؟ همه چیزا یه اصلا یه چیزی بگم، خود مافیا هم یه مافیا بود، مافیا هم از بین با قانون از بین برد. یه جوری میگی میگی مافیا مافیاست، خب مگه مافیا رو نتونستن با قانون و اینا، الکپون رو با قانون و اینا انداختنش زندان دیگه. مافیا وقتی که بحث الکل یا بحث مواد مخدر پیش اومد، در مورد مافیا مواد مخدر یا مثلا ماریجوانا، به جای که بیان به شدت عمل کنن قانونمندش کردن. بحث مثلا منم دارم همین میگم، یه قانونمند، یه قانونایی باید بذارن که انسان حیوانات اینقدر زجر نکشن. الان تو اروپا هم بسیار موفق شدن سر این چیزا. خب تو اروپا تولیدشون عوض شده، روش تولید گوششون عوض شده، بسیار بهتره. بله حالا تازه من اخیراً بعضی از کشورهای اروپایی، اخیراً تو دانمارک و یه جای دیگه که یادم نیست، حتی گوشت کوشر و حلال هم دیگه غیر قانونی کردن، به خاطر اینکه برای اینکه داره خیلی قوانینی که چجوری حیوانات رو میشه نگه داشت و کشت و اینا خیلی اونجا بهتره نسبت به کشور دیگه. خب بله. یعنی شرایط حیوانات بسیار بهتره. خب و این که یه نکته من نه چند یا نگی بریم، باید برم سراغ بقیه بانک خیلی آره حالا بعد دوباره میایم بالا، بعد دوباره به بالا اگه خواستی. من بدون گفت من اینجا ساعت 2 صبح خواهم برم. بگو یه نکته آخرت هم بگو بعد بریم. در مورد سیگار، خب ترکش واقعا سخته، ولی این سیگاری ها نمیشه گفت ترک کنید، راحت نیست. و مثلا من پدرم سیگار بهش خیلی آسیب زد، و اینکه کسایی که تجربه داشته، من دوستم که تجربه در ترک سیگار داشت، اینکه انقدر تاکید نباید بهشون کرد که سیگار ترک کنید، سیگار خوب نیست، باید خودشون بخوان. و اینکه یعنی پس ما هیچ کاری نکنیم، پس نه که هیچ کاری نکنیم، نه که هیچ، روش های علمی وجود داره تیموره، من میدونم روش های علمی وجود داره و خیلی کمک میکنه. من نمونه هاش، من دوستم بود به شدت سیگاری بود ولی راحت سیگار رو ترک کرد که الان دیگه اصلا هیچ نیازی به سیگار نداره. ولی نمیتونیم بگیم خودش فقط هر چی خودشون میخوان، بالاخره انتظار نه، نیاز به مشاور دارن. خب آره مشاور دارن، ولی بالاخره ببین یه چیزی که ببین شما سیگار خیلی میگن خب بالاخره بدن خودمه، تصمیم خودم و اینا، این خیلی خودخواهیه بالاخره، یعنی غیر منطقیه. من اگه شما اگه نه ببینید، من شما به عنوان یک پسر یه نفر، دختر یه نفر،
شوهر یه نفر، زن یه نفر، پدر یه نفر، مادر یه نفر، شما دارین کلی هزینه میدین به خاطر شما، بالاخره فاجعه است برای شما مثلا اگه پدرتون از دست بدین. خب یه کسی نمیتونه بیاد جوری رفتار بکنه انگار مگه مثلا اگه زود بمیره یا اینکه اگه بیمارستانی بشه، فقط خودش داره هزینه میده. یعنی این خیلی باید به یک نفر که سیگاریه باید بهش اشاره بشه که تو آسیبی که داری میزنی به تمام کسایی که دوست داری، داری آسیب میزنی، تو بلایی که تو فکر میکنی مثلا مردن فقط بلایی که سر تو داره میاد، تو میدونی چه صدمه‌ای داری میزنی به کسایی که داری میگی دوست داری، باید بهشون این اشاره بشه که چه ظلمی داری تو میکنی با این هر سیگاری که داری میکشی، چه ظلمی داری میکنی به تمام کسایی که مثلا میگی دوستشون داری، باید این بهشون اشاره بشه. خب ولی با این حال به راحتی ترک نمیکنم. نگفتم راحته، نگفتم این راحته، سخت، ولی باید بگم سختیش هر چقدر هم باشه نسبت به سختی بلایی که داری سر کسایی که دوست داری میاری، بسیار سختیش کمتره. سختی سیگار نکشیدن بیشتره یا سختی این که ببینی بچه تو مثلا 10 سال زودتر از اون که باید پدرش از دست داره میده، کدومش از اینا سخت‌تره؟ یا اینکه مثلا 6 ماه تو بیمارستان ببینی که مثلا پدرت یا مادرت داره زجر میکشه، مثلا سرطان زیر کیموتراپی داره زجر میکشه، کدوم یکی از اینا زجر؟ حالا اگه به خودت هم نمیخوای، دلت برای خودت هم نمیسوزه، دلت برای پسرت نمیسوزه که بعد اینو ببینه؟ نه حالا درست میشه، این باید بهش اشاره بشه، این باید بهشون گفته بشه، این همچین حرفی. ولی با این حال حالا سخته، کدومش سخت‌تره؟ بگو کدومش، بگن سخته، بگو کدومش سخت‌تره، بهش بگو کدومش سخت‌تره. نه ولی که نمیشه که با زور شلاق باشه که. مگه من شلاق زدم؟ مگه من این گفتن این حرف مگه زور بود؟ من میگم نمیتونی زور بکنی، منو زور بکنی. خب آره منم نمیتونی زور بکنی که من اینو نگم. تو من میخوام اینو بهت بگم، میتونی زور بکنی که من نگم؟ ولی اون جواب میده روی اشخاصی که حالا سیگار که به کنار، مواد مخدر یا این اتفاقا بیشتر جواب میده. شما اگه به یه نفر بگیم برای به خاطر خودت سیگار نکش، کمتر جواب میده تا اینکه به یه مادر بگی به خاطر بچه‌ت سیگار نکش. این تازه بیشتر جواب میده. یه چیز دیگه هم که جواب یه چیز دیگه هم بگم، این خیلی عجیب غریبه ولی اینم جواب میده. خب به مردا، خب به جای اینکه بگین به خاطر سلامتت سیگار نکش، خب بگون به خاطر اینکه بتونی به خاطر اینکه توانایی سکس داشته باشی سیگار نکش. خب بگو که کار نمی، اگه سیگاری، کسایی که سیگاری هستن جاهایی که باید کار بکنه کار نمیکنه. از یه سنی مثلا کجا؟ خب بابک اگه نمیدونی خیلی من همه جا کار کردم، میخوام بدونم برای تو کجا کار میکنه، رو به دلیل میخوام بدونم. من گوشم بلد نیستی بکنی، گفتم زودتر از اون چیزی که باید. خب فارسی چجوری بگم؟ ایرکشن به فارسی چی میشه؟ من که میخوام تعارف ندارم، من به دلیلی که اینجا رو صحبت میکنم فارسی. نعوز به عربی شالا چیز میگن. فارسی نداریم؟ فارسیش میشه راست شدگی دیگه اگه حساب کنیم. راست شدگی این اسمیه که فارسی دارین. خب راست نمیشید. خب به مردا اینو بگید. خب به زنها به جای اینکه بگین سیگار نکشین چون سلامتیتون تو خطر میفته، به زنها بگین برای پوستتون. جفتش هم راسته ها. خب به زنها بگین سیگار کشیدن برای پوستتون بده، خیلی زودتر پیر میشین، صورتتون پیر به نظر میاد. خب یعنی مثلا به جای اینکه 60 50 سالگیتون صورتتون میشه مثلا یه نفر که مثلا 70 سالشه، یه همچین حالتی. خب مردم بگیم به جای اینکه مثلا 80 سالگی دیگه نتونین راست بشین، 60 سالگی دیگه نمیتونین راست بشین. خب سلامتی باید مهم باشه ها، ولی خب برای مرد و زنا معمولا این چیزا بیشتر کار میکنه. از این چیزا هم استفاده کنید. ممنون و شکر. من دیگه مزاحم وقت شما نمیشم. حالا اگه بودم صحبت میکنم، نبودم که چی. باش. فعلا. مرسی، خداحافظ. من دارم فکر میکنم که ما هر شب، من اینو بذار بگم، فکر میکنم که ما هر شب توی بچه ها توی دیسکورد دارم با هم دیگه صحبت میکنم سر مسائل مختلف. دارم فکر میکنم که امشب بحث امشب چیه؟ احتمال زیاد سیگار و همین
مسئله که بیان کردی.